پلیس ساکرامنتو میگوید که حادثه چاقو خوردن اسپنسر استون تروریستی نیست و ارتباطی با حادثه قطار پاریس ندارد. در این حال کاملا تصادفی هم نبوده و مرتبط با درگیری در یک کلوپ شبانه است. اسپنسر استون یکی از سه آمریکایی بود که حدود دو ماه قبل وقتی فرد مسلحی در قطاری در پاریس تیراندازی کرد، او را خلع سلاح کرد. یکی از مقام‌های پلیس ساکرامنتو میگوید دو مرد آسیایی مظنونان این حادثه هستند. ما فکر میکنیم که آنها سوار بر خودروی تویوتا کمری با رنگ تیره یا خاکستری تیره یا سیاه شدند و فرار کردند. به گزارش رسانه‌های آمریکا، آقای استون در حال دفاع از دوستش بود که فرد یا افرادی چهار بار با چاقو به سینه‌اش زدند. بنا به گزارش، حال او به وضعیت ثبات رسیده است، هرچند در ابتدا حالش بسیار وخیم بود.